از وقتی از تلویزیون رفتم راحت شدم. این سخن یکی از متفاوت ترین و جنجالی ترین مجریان صدا و سیما در سالیان اخیر بوده. با ما با بیوگرافی دیدنی نجم جودکی همراه باشید. درود خدمت شما همراهان عزیز ایران بیوگرافی. امروز یکی دیگه از قسمت‌های کاتگوری مجریان ایران بیوگرافی رو تقدیم حضورتون می‌کنیم. با ما تا انتهای این ویدیوی زیبا مربوط به زندگی نامه نجم جودکی همراه باشید. نجم جودکی متولد 21 آبان سال 1369 در تهران، مجری رادیو و تلویزیون و امسال 32 ساله میشه. وی فارغ التحصیل لیسانس معماری از دانشگاه آزاد و دوره فیلمسازی و تدوین از مؤسسه سروشه. او در محله شمیرانات تهران به عنوان فرزند اول خانواده به دنیا اومد و از طرف جد پدری اصالتاً اهل خانسار از توابع استان اصفهان می باشد. نجمه جودکی فرزند طلاقه. وی در برنامه مردمگرای شبکه 3 از طلاق پدر و مادرش گفت و از اینکه مادرش بعد از طلاق چه سختی های کشیده اشک ریخت. اولین بار سال 1384 وقتی 15 ساله بود اجرای استیجی در آموزش و پرورش منطقه 1 تهران رو با حمایت مادرش که مشوق اصلیش بود تجربه کرد. وی درباره اصلی ترین دلیل ورود خودش به صدا و سیما میگه بعد از اون تجربه اجرا به لطف خدا آقای رضا رشیدپور رو در همایش کنکور دیدم و با مامانم رفتیم پیش ایشون و گفتم خیلی دوست دارم مجری بشم و اجرا کنم. ایشون منو به یکی از تهیه کنندگان صدا و سیما معرفی کرد تا اینکه بعد از اون رفتم تست دادم و وارد سازمان شدم. او در سال 1386 وقتی 17 ساله بود به کلاس‌های فن بیان گویندگی مهران دوستی معرفی شد و سپس در رادیو جوان شروع به فعالیت کرد. در رابطه با اولین تجربه اجراش میگه اولین باری که جلوی دوربین رفتم گزارشگر برنامه شب ایرونی در سال 1388 بود که در شبکه جام جم پخش میشد. آقای پوریا امین، آقای محمد سلوکی و آقای امیر احمدی اون برنامه رو اجرا می کردن و من گزارشگر برنامه بودم که تجربه بسیار خوبی بود. در شبکه 1 درست زمانی که 6 ماه از رفتن آزاده نامداری از برنامه تازه ها گذشته بود از او دعوت به کار شد. در سیمای خانواده فرصت ویژه رو اجرا کرد و در سن 19 سالگی مدیران و سیاسیون رو به نوعی به چالش می کشید. او سپس از سال 1390 با اجرای برنامه کمی متفاوت از شبکه 1 به محبوبیت رسید و در نظرسنجی ها به عنوان بهترین مجری شبکه 1 از سوی مردم انتخاب شد. در این نظرسنجی مجریان به عنوان بهترین مجری شبکه 1 از سوی مردم انتخاب شد و حتی نامش بالاتر از محمد رضا شهیدی فرد قرار گرفت. او در این باره میگه قطعا آقای شهیدی فرد اجرای بهتری از من دارن، اما به نظرم مردم نیاز به تغییری در اجرا داشتند و اون شروع حالی که در اون سالها داشتم دقیقا همون تغییری بود که مردم میخواستن. شما دوستان عزیز میتونید با سابسکرایب کردن کانال ما به متنوع ترین دستبندی بیوگرافی در ایران دسترسی داشته باشین و بیوگرافی هر کسی که مد نظرتون هم هست برای ما توی کامنت ها قرار بدین تا در اسرع وقت براتون تهیه و آپلود بشه. در این راه از حمایت‌های بی‌نظیر شما ممنونیم. وی درباره بهترین مجری زن کشورمون نظر جالبی داره. با احترام زیادی که برای همه همکاران و دوستان قائلم، باید بگم ژیلا صادقی بهترین مجری زن در کشور ماست. او اولین مجری زن در تلویزیون ماست که اجرای خودمون رو در تلویزیون باب کرد و در این راه زحمات زیادی کشید. اگر امروز من در قاب تصویر ظاهر میشم و به راحتی با بیننده ارتباط برقرار میکنم، مدیون سالها تلاش و زحمت خانم صادقه در این راهه. تدوین و فیلمسازی رو هم دنبال میکنه و معتقده در این رشته میتونه موفق تر باشه. رشته اصلی من تدوینه و احساس میکنم در حوزه فیلمسازی شاید موفق تر باشم. البته تاکنون 3 فیلم کوتاه هم ساختم و مطمئن هستم که موفق میشم. منتقدین وی از نحوه حرف زدن او روی آنتن زنده و نوع لباس پوشیدن وی و رنگ‌هایی که برای اجراهای زنده انتخاب می‌کرد راضی نبودند. انتقادات و هشدارها به جای رسید که باعث شد او به مدت 4 سال ممنوع کار بشه.
همیشه از او به عنوان یکی از رد کنندگان خطوط قرمز در همه زمینه‌های اجرا در شبکه‌های 1 و 2 یاد میشه. خانم مجری در این باره میگه: من سعی میکنم خلاقیت رو در مدل حرف زدن و حرکاتم داشته باشم. اگر دیده باشید برخلاف همه مجریان خانوم که خیلی راحت روی یک صندلی می نشینن و تا آخر برنامه هم اصلا تحرکی ندارن، من سعی کردم همیشه در اجرام با یک جور شور و هیجان خاص عمل کنم، حتی تا جایی که بعضی وقتها به من تذکر دادن که یک ذره آرومتر اجرا کن، ولی در تمام این حرفا و هیجانها همیشه سعی کردم خودم باشم. کسی که توی خیابون داره راه میره، خانمی که توی خیابون داره راه میره، پوششش با توی دانشگاه یکیه؟ نه. آیا خواهر من که یک نرسه، یک پرستاره، پوشش سرکارش با پوششی که میخواد داره مهمونی یا همینطوری روزانه داره استفاده میکنه یکیه؟ خب من هم به عنوان یک مجری یک فرمی برای پوشیدن داشتم. فرم اون، شما مگه مجری دیدین که مقنعه سرش نکنه؟ مجری دیدین که موهاش بیرون باشه؟ و از طرفی پوششی که الان من دارم پوشش عرف جامعه است. اجرای مورد علاقه نجمه جودکی برنامه هفت ترانه در شبکه شما بود. من برنامه هفت ترانه رو دوست داشتم به خاطر اینکه به من اجازه داد خودم و قابلیت هام رو نشون بدم. من در هفت ترانه خیلی خودم بودم و این جزء افتخارات منه. این که برنامه‌ت رو به چه صورت نمایش بدی که برای مخاطب جذاب باشه واقعاً در بهتر دیده شدن اون مجری مؤثر واقع میشه. اجرای برنامه سین مثل سریال یکی از لذت بخش‌ترین اجراهای او به حساب میاد، به دلیل اینکه با رشته مورد علاقه او همپوشانی بیشتری داشت. از رضا رشیدپور و محمد سلوکی به عنوان کسانی که در این راه کمکش کردن یاد میکنه و معتقد هر چقدر در اجرا خودت باشی نتیجه بهتری کسب میکنی، چیزی که من از استادان خودم فرا گرفتم. نجمه جودکی نهایتاً در 22 مرداد سال 1400 با انتشار پستی در اینستاگرام و یک نوشته به صورت رسمی از اجرا در قاب تلویزیون خداحافظی کرد. برای مخاطبانم می نویسم، برای مردمی که 13 سال لحظه به لحظه حضورشون رو حس کردم. دقیقاً 18 سالم بود که اجرای اولین برنامه زنده‌ام رو تجربه کردم. سالها تلاش کردم تا در این جایگاه باشم و حالا در 31 سالگی تصمیم جدیدم رو با شما شریک می شم. امیدوارم دور شدن من از اجرا در تلویزیون بین من و شما جدایی نندازه. دوری از اجرا به معنای دوری من از تلویزیون نیست. میخوام جور دیگه و با حضور دیگه در کنار شما باشم. دوستان عزیزم، همکنون لینکی در بالای صفحه برای شما قرار داده میشه که میتونین در اون بیوگرافی مجریان ایران بیوگرافی رو ببینین. برای دسترسی به سایر کاتگوری های ما به صفحه اول کانالمون مراجعه کنین. خیلی خیلی از شما ممنونیم. نجمه جودکی والیبال بازی کردن رو دوست داره و بازیکن بدمینتون هم هست، اما نه به صورت حرفه‌ای. ورزش رو یکی از اصول مهم زندگی خودش میدونه و الان که درگیری‌های کمتری داره، ورزش کردن رو در جدول برنامه‌های هفتگیش قرار داده. حتما باید مطالعه داشته باشه و اگر این کارو نکنه خوابش نمیبره. البته این به گفته خودشه. کتاب مورد علاقهش 4 اثر از فلورانس اسکاولشینه. به آشپزی علاقه زیادی داره و فسنجون غذای مورد علاقه اونه. به شدت فوتبالیه و از کسانیه که در اجرای زنده اعلام کرده طرفدار شدید تیم پرسپولیسه. رنگهای مورد علاقه او هم ارغوانی و سبزابیه. نجمه جودکی از مجریان متفاوت و سرحال صدا و سیما که میتونست الهام بخش جوانای زیادی در این زمینه باشه هم به مانند تعداد زیادی از مجریان دیگه از صدا و سیما بیرون اومد تا بتونه زندگی عادی تری داشته باشه. برای این مجری خوب کشورمون در ادامه مسیر هنریش آرزوی موفقیت داریم. از شما هم که تا پایان این بیوگرافی همراه ما بودید بی نهایت سپاسگزاریم. با سابسکرایب کردن کانال و ارسال نظرات و پیشنهادات خودتون مثل همیشه یاریگر ما در تولید محتوای کانال خودتون ایران بیوگرافی باشید.
ایران بیوگرافی، بیوگرافی آنانی که میشناسیم و نمیشناسیم.